هر چیز که بینی اثرش کم شود آخر، جز عشق کز او تا به قیامت اثری هست. عرض ادب خدمت شما همینان عزیزم در تلویزیون ایران فردا. من اولین بار که آقای دکتر اسماعیل نورگلا رو دیدم در هیئت تحریریه مجله فردوسی بود، شد به همراه آقای محمدعلی سپانلو. اغلب هفته دو بار میدن به اونجا، صفحه شعر رو اداره میکردن، دو صفحه روبروی هم، دو صفحه مستقیم. دکتر رضا براهنی بود، دکتر نوریزاده بود، محمد رضا فشاهی بود، هر جهت یادش بخیر، متفکر اهل فلسفه. آقای عبدالعلی دستغیب بود، همشهری ما، ساکن شیراز، که هر هفته نقد ادبی داشت در نشریه فردوسی. آقای عباس پهلوان و آقای جهانبانی و خیلی ها بودن، آقای جمشیدیان و بچه های سینما که نقد فیلم می نوشتن، یاد همه اونها بخیر. چند هفته ایست که گفتگویی داریم، فکر کنم این قسمت 12 یا 13 باشه، هنوز نمیدونم حسابش از دستم در رفته رازش، ولی بحث فوق العاده جالبی است. خیلی سپاسگزارم از دکتر نوریالا که ما رو در جریان دست کم تجربیات خودش قرار میده و مخصوصا به نسل جوان میگه که در دوران قبل از انقلاب این ادبیات نو از کجا شروع شد و چه مسیر رو طی کرد، از چه پیچ و خمهای تطور و تحول عبور کرد تا به اینجا رسید. متاسفانه انقلاب خیلی از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی ما رو متوقف کرد و همینطور جنبش‌هایی که برخواسته شده بود از مجموعه این تحولات، این جنب و جوش‌های گاه واقعا حیرت انگیز، مثلا در فاصله 5 سال که دکتر نوریالا بهشون اشاره کرد، تا کجا رسیدیم؟ کانون نویسندگان در آستانه بنیانگذاری است. اینا مراجعه کردن برای ثبتش، معلوم میشه که در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده، ولی در قانون اساسی تشکیل مثلا این واحدهای صنفی کار آزاد میشه این کار رو انجام داد، هیچ منع قانونی نداره. که در این احوال یک آقایی به نام وزیری دقلباب میکنه منزل آقای نوریالا و میگه من نماینده مجلسم و میخواستم از شما خواهش بکنم به جایی که مسائل رو در روزنامه مطرح بکنید، یعنی در روزنامه آیندگان، به همت مسعود بهنود که فرصت میده به دکتر نوریالا که هر روز مقالات خودش رو در باب ضرورت ایجاد این واحد صنفی منتشر بکنه. یا آقا تشریف بیارید دستگاه قانونگذاری و خواسته های خودتون رو با قانونگذاران در میان بگذارید. دکتر نوریالا درود بر شما. منم سلام میکنم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان گرامی برنامه‌تون. حال شما خوبه؟ خسته نباشی؟ خیلی متشکرم. من دکتر بابت اون دو صفحه شعر حق و تحریر میگرفتید به خاطر هم هست ها؟ یادتونه چقدر یا نه؟ فکر میکنم 120 تومن آخر ماه که میشد عباس میذاشت تو پاکت میداد به ما، هرچی هم بهش میگفتیم که نه، میگفت نه ما میخواییم که حرفه‌ای کار کنیم و باید عرض کنم که به نویسندگان حقوق بدیم. درسته، فکر کنم بیشتری رقم رو نوریزاده و من و براهنی میگرفتیم چون بیشتری مطالب رو ما میداشتیم. بله اون روزا بخیر. بله من گاهی میشد 800 تا 1000 تومن هم رسیده بود، 1100 تومن هم من یادم هست که رسید. آقا رضا نامی بود که این دستمزد حق و تحریر رو در واقع به ما پرداختی. خب دکتر رسیدیم به اونجایی که آقای وزیری در قلباب شد، ما سراپا گوشیم. عرض کنم که من اگر اجازه بدید یه دو تا مقدمه کوتاه رو بگم. یکی این که من فکر میکنم که یه مقدار این بحثی که داریم میکنیم چون از قبل با هم هیچ قراری نگذاشته ایم، گاهی وقتا پریشان میشه. صبح هم در تلفن خدمت شما گفتم، شما گفتید نه حسنش به همینه که با هم قراری نذاریم و به طور طبیعی بریم پیش. بله واقعا همین. تو چه صمیمیتی بالاخره هست دیگه. به هر حال من با بابت اینکه گاهی فراموش میکنم، مثلا اسم مسعود بهنودم بیو یادم میره و شما من مدد میکنید تا پیدا بکنم، خواستم از این لحاظ عذرخواهی بکنم. دو سه تا ایمیل هم داشتم که
خیلی مغرضانه بود و به من گفتن که شما و آقای میبودی در واقع این برنامه ها رو برای تبرئه رژیم سابق دارید اجرا میکنید. من خواستم بگم که اگر که آنچه که ما میگوییم که این واقعیتی است که اتفاق افتاده، اون رژیم رو تبرئه میکنه، لابد تبرئه شدنی است. دقیقا. اما من یکی همچین قصدی رو ندارم، به خاطر اینکه من فکر میکردم شاید از 1350 به بعد فکر میکردم که این رژیم به علت اشتباهات خودش داره میره به سوی یک مهلکه انقلاب و این رو حتی به چندین نفر گفته بودم. برابر این یه تکه‌ای از این گذشته رو میخواستم خدمتون بگم. در سال 1354 هر سال تابستان‌ها در رامسر عرض کنم که کنفرانس انقلاب آموزشی برگزار میشد. درسته. و وزرای مختلف و عرض کنم سازمان‌های مختلف نمایندهشون رو اونجا میفرستادن. من از طرف سازمان برنامه رفته بودم اونجا که در کمیسیون فرهنگ و هنر اونجا شرکت کنم که ریاستش با مرحوم عاملی تهرانی بود. پادشاه می اومد دیگه نیست؟ بله بله، ایشون پادشاه. هم عرض کنم که می آمدن افتتاح می کردند و بعد اون وقت کمیسیون ها می رفتن کار خودشون رو انجام می دادن و در پایانش دو مرتبه در یک جلسه عمومی ایشون و شهبانو هم می آمدن. بله. عرضم اون نکته که می خواهم بگویم این است که من نشسته بودم سر میز دیگر دوستانمون در لابی هتل رامسر و داشتیم چایی و اینها میخوردیم. مرحوم داریوش همایون از اونجا رد میشد، چشمش که به من افتاد خنده کرد و آمد سر میز ما. من و ایشون با هم عرض کنم که در مجله بامشاد زندیات اسماعیل پوروالی با هم عضو هیئت تحریریه بودیم و همدیگه رو میشناختیم و گاهی با هم گپ میزدیم. نشستن پهلوی من و گفتن که یه البته این پرشیه به آینده است، ولی فقط به این خاطر میخوام بگویم که به من گفتش که فلانی الان که این حزب رستاخیز تشکیل شده، تو برو با بچه های عرض کنم که نویسنده صحبت بکن که اینام بیان توی این حزب و خودمون این مملکت رو بگردونیم و دیگه غریبه ای در کار نیست. من بهش گفتم که آقای همایون، شما مثل این که اصلا تو این جامعه زندگی نمی کنید. اولا که تقریبا تمام نویسندگانی که عضو کانون نویسندگان بودند در طی این 4-5 ساله اخیر ممنوع القلم شدن و دیگه کسی حق نداره آثارشون رو منتشر بکنه، در حالی که در دهه 40 اینا همه جا جاشون بود و عمل میکردن. و در ثانی جریانی که در داخل جامعه داره اتفاق میفته به نظر من وحشتناکه. من همه ترسم اینه که تا 4-5 سال دیگه در این مملکت انقلاب بشه و نصف کسانی که الان تو این لابی نشستن رو بگیرن تیرباران کنن. ایشون به من خندید و گفتش که تو هم خیالاتی شدی و بلند شد رفت. چند سال پیش ایشون تشریف آورده بودن به شهر ما دنور برای عرض کنم که ایراد سخنرانی و شبش هم ما یه مهمونی داده بودیم و دوستان اینجا جمع بودن. من این رو به یاد ایشون آوردم که اون روز ما همچین دیالوگی با هم داشتیم در حضور همه مهمانانی که بودن و ایشون گفتن که بله یادمه و حرفتو درست در آمد. من بسیار متاسفم که حرفم درست از آب در آمد، ولی من فکر میکنم که به هر حال خطاهایی که در رژیم سابق شد، به خصوص از آن زمانی که تصمیم گرفتن که منتقدین مشفق رو هم خفه بکنند، این حکومت رفت به طرف نوعی فروپاشی. حالا این فقط خواستم این رو بگم که من به شخصه قصدم تبرئه نیست، قصد من بازگو کردن زندگیه که من درش حضور داشتم، شرکت داشتم و در این حال هیچ دنبال اینم نیستم که راجب خودم صحبت بکنم. چنین اتفاق افتاده است که در برخی از
حوادث تاریخی، من هم حضور داشتم و مثل هر کنشگر دیگری من هم کارهایی کردم و اگر که دارم از خودم صحبت میکنم، دارم در واقع از واقعیت یک زندگی دود شده و به هوا رفته ای صحبت میکنم که دیگه نشانهاش کمتر باقی مانده است. خب دکتر، حالا که به اینجا رسید، بذارید قبل از که بپردازیم به اصل موضوع، میخوام ببینم که شما که چنین پیش بینی در گذشته کرده بودید، الان چه احساسی دارید نسبت به آینده ایران؟ من خیلی میترسم. میترسی؟ بله، من فکر میکنم که از آنجایی که هیچ نوع آلترناتیوی برای این حکومت وجود نداره و این حکومت مسلما فرو خواهد پاشید، اما در غیاب یک آلترناتیو سکولار دموکرات که برنامه داشته باشه، شخصیت داشته باشه، من ترسم این است که ایران ما، عرض کنم، دچار یک هرج و مرج عجیب غریبی بشه. و به همین دلیلم در این سالیان اخیر تمام تلاشم رو روی این گذاشتم که شاید بتوان یک بدیلی، یک لااقل بدیل بالقوه‌ای رو به وجود آورد و آماده بود برای اینکه زمان فروپاشی که میرسه، لااقل امیدوارم که اگر ما نتونیم در خارج کشور این کار رو بکنیم، خود اغلا و زعمای داخل کشور این کار رو بکنن. ولی به هر حال من فکر میکنم که اگر که این مسئولیت احساس نشه، ما وضعیت بدی خواهیم. خب امیدوارم که این بار اشتباه بکنید. همه آرزو میکنیم، ولی فکر میکنیم که اگر چنین چیزی بشه، عنصر خارجی درش دخیله؟ یعنی ما میتونیم خارجی ها رو واقعا مقصر بودیم در مورد ایران اهمال کردن، ببینید در امر حقوق بشر؟ من اینطور فکر میکنم. یعنی من فکر میکنم که اولا جهان امروز طوری به هم پیوسته است که دیگه ما یک کشور مستقلی هستیم که با کسی کاری نداریم و در هیچ مثلا ائتلافی شرکت نمی کنیم. اینا همه شوخی شده است و به خصوص از بزنگاه انقلاب 57 و نمیدونم کنفرانس گوادلوپ و همه اینها، ما دیده ایم که سرنوشت ایران به هر حال با تصمیمات خارجی میتواند اثر تغییر بکنه. متاسفانه به نظر من در این سالها کشورهای خارجی تشخیصشون این است که اگر هم حکومت اسلامی بخواهد تحولی درش پیدا بکنه، این باید به دست کسانی که در داخل این حکومت هستن این اتفاق بیفته و در نتیجه تمام به اصطلاح فرنگی ها تخم مرغ هاشون رو گذاشتن توی سبد اصلاح طلبان و فکر میکنن که باید جلوی تشکل سکولار دموکرات مقابل حکومت اسلامی رو بگیرن. به نظر من بسیاری از فعالان سیاسی ما که ارتباط دارند با کشورهای مختلف، به اونها گفته شده که شما شرکت نکنید در این گونه ائتلاف ها و به نظر من جلوی این کار رو گرفتن به صور مختلفی که البته اگر لازم شد من میتونم تفصیل بیشتری هم در موردش بدم. و من فکر میکنم که تا در سطح جهانی این توافق صورت نگیره که اجازه بدن لااقل یک اپوزیسیون سکولار دموکرات متحد به وجود بیاد برای اینکه در روز مبادا بتونه اون کشور رو از تکه تکه شدن و جنگ داخلی نجات بده، تا اون موقع ما دچار این خطر هستیم. خب حتما این بحث رو با دکتر در مبحثی مستقل ادامه میدیم و به اجازه بدید که برگردیم به اصل موضوع، به روزی که آقای وزیری سر کلش پیدا میشه از طرف دستگاه قانونگذاری مجلس. بفرمایید. یادم اومد که اسمش بود آقای سعید وزیری. آه، سعید وزیری. هیچ نسبتی با هوشنگ وزیری و شاهرخ وزیری که نداشت. اصلا خبر ندارم. خبر ندارم. عرض کنم که گفتم چون جلسات کانون نویسندگان عرض کنم که در خانه ما انجام میشد، آدرس کانون نویسندگانم روی سربرگایی که درست کرده بودیم آدرس خونه ما بود. به همین دلیل آقای وزیری آمده بود سراغ من به عنوان منشی کانون نویسندگان و از من دعوت کرد که من در اون جلسه شرکت بکنم، که همطور که عرض کردم من بلافاصله به خانم سیمین دانشور تلفن کردم که رئیس کانون نویسندگان بود و ایشون گفت نه کاکو خودت برو دیگه، تو خودت واردتر هستی و
خودت برو. و در لحنش من اینطور احساس کردم که خیلی هم تعجب نکرد، انگار که میدانست که چنین اتفاقی قراره بیفته. که بعدم البته توضیح خواهم داد که این بر من قطعی شد که خانم دانشور اون روز میدونست ماجرا رو. خب در رأس ساواک مرد مقتدر، که مرد شماره یک اون زمان در رأس ساواک، بله بله، مرد مقتدر ساواک کی بود اون زمان؟ من واقعا نمیدونم. یادتون من... نیست کی بود؟ ثابتی بود؟ یعنی کدام یک؟ خیلی ثابتی سر... من ثابتی رو در دهه 50 شناختم. یک روزی آمده بود در وزارت فرهنگ و هنر و من هم از طرف سازمان برنامه مأمور شده بودم که قسمت برنامه ریزی وزارت فرهنگ و هنر رو را بندازیم با شرکت آقای، یعنی مدیریت آقای جلال ستاری. منم شده بودم معاون ایشون و قرار بود واحدهای برنامه ریزی وزارت فرهنگ و هنر رو در استانهای مختلف راه اندازی بکنیم، که یک روز به ما گفتن بیایید تو سالن عرض کنم که اجتماعات. اونجا که رفتیم دیدیم یه آقای آمده، گفتن که ایشون مقام امنیتی آقای ثابتیه، ولی این مربوط میشه به سال مثلا 53. با هم حرف نزدی؟ مکالمه نداشتید؟ من با ایشون صحبت نکردم. ایشون نکرد. البته چیزی گفتش که منو بسیار ناراحت کرد، برای اینکه گفتش که به نظر ما همه کسانی که از دولت حقوق میگیرند ساواکی هستند و عضو سازمان امنیت هم هستند و ما انتظار داریم که همه شما اونان در راه بقای مملکت کوشش بکنید. که خیلی من ناراحت شدم و روز بعدش با آقای جلال ستاری رفته بودیم پیش آقای پهلوت. من این رو با آقای پهلوت گفتم، گفتم این حرف ایشون حرف عجیبی بودش که ما همه ساواکی هستیم. دلیلی نداره که اگر یک دولتی دارای دپارتمنت های مختلف هست، هر کی از دولت حقوق میگیره عضو اون دپارتمنت هم باشه، که آقای پهلوت هم تصدیق کردن، گفتن حرف درستی ایشون دیروز نزد. این تنها شما... ملاقاتی بود که من ایشون رو دیدم از نزدیک. و شما و البته خیلی از اعضای اپوزیسیون در اون زمان بعضی جالبی داشتن، یه پاشون در حکومت و دستگاه بوده، یه پاشون در اپوزیسیون بوده. شاید اشارهش به این موضوع بوده آقای پرویز ثابت. 100% همینطوره. من حتی یادمه که یک کدوم از کسایی که جزو امضاهای اولیه کانون نویسندگان رو کرد رفته بود قبل از اینکه امضا کنه از اداره مطبوعه 6 ماه مرخصی گرفته بود که اگر که عرض کنم که ساواک آمد و کسانی رو که امضا کرده بودن دستگیر کرد، این شغلش در خطر نیفته. مثل فیلم های کومیدیه. خب ولی به نظر میرسه یک ظاهری از این به اصطلاح روش های متمدنان هم درش بوده. برای من خیلی جالبه یک نفر نمانده دستگاه قانونگذاری بیاد سراغ آقای نوریالا بگه آقا حرفی داری بیاد توی مجلس بزن قانونش بکنید. خب چی شد بالاخره؟ شما رفتید به مجلس یا نه؟ ببخشید صدای شما قطع شد، من نفهمیدم. یه لحظه قطع شد. میخوام از اون سوالم این بود که آیا بالاخره شما به مجلس رفتید یا نه؟ یعنی توصیه خانم دانشور. بله عرض کنم خب. که عرض میکنم خانم دانشور منو حواله داد به نادرپور، گفت نادرپور سخنگوی کانونه، برو با اون صحبت کن. نادرپور هم گفتش که آقا من اصلا این لایحه رو نخوندم که برم صحبت بکنم، این حرفا تو خودت خوندی، اون مقالاتم توی آیندگان نوشتی، خب خودت برو. در نتیجه در اون ساعتی که آقای وزیری گفته بود، بنده با خیلی نگرانی رفتم به مجلس شورای ملی در بهارستان. خب من اون موقع 26 سالم بود، تجربه چندانی نداشتم و خب این هیبت ساواک و نمیدونم دستگیری ها و اینا هم مطرح بود. تازه عرض کنم که جریانات نمیدونم فدایان خلق و مجاهدین خلق و اینها هم راه افتاده بود، فضا فرضای رعب‌انگیزی بود. در نتیجه بنده رفتم به از در بزرگ اپلا رفتم بالا، رفتم تو ساختمون و اون نگهبانی که اونجا نشسته بود گفتم که من قراره که با آقای سعید وزیری ملاقات بکنم. ایشون گفتش بشین و زنگی زد و آقای وزیری آمدند و از من تشکر کردن، گفتن که کسی دیگه با شما نیست. گفتم نه متاسفانه دوستان همه گرفتار بودن و به من مأموریت دادن چون من اون مقالات رو نوشته بودم من بیام و خدمتتون چیکار بکنم.
ایشون هم با بسیار خوب دست منو گرفت و رفتیم تو ساختمون. یه سالن بزرگی بود مثل سالن سینما و عرض کنم که یه میزی بودش که پنل می نشستن و بقیه نمایندگان هم مثل تئاتر اونجا باید می نشستن، ولی هنوز نشسته بودن، استاده بودن با هم دیگه صحبت می کردن و من خیلی ملتهب بودم، نمی دونستم که کار امروز من به کجا خواهد کشید. خب عرض کنم که رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر آقای مجید محسنی بود. من آقای مجید محسنی رو به لحاظ این که هنرپیشه سینما، بله دیگه، ایشون هنرپیشه سینما بود، بعد بازنشسته شده بود، شده بود رئیس سندیکای هنرمندان ایران و نماینده دماوند در مجلس شورای بله. ملی و رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر. آقای وزیری دست من رو گرفت و بردش پیش مجید محسنی، سلام علیکی کردیم و ایشون هم به من خوش آمدی گفت و اینها. ایشون مشغول گفتگو بود با خانوم شوکت الملوک جهانبانویی که از خانومهایی بودش که در انتخابات نماینده شده بودن، رفته بودن مجلس شورای ملی. من برای که یخ فضا بشکنه، من بچه بازارچه شاپور بودم، یعنی در اونجا به دنیا آمده بودم، تا 6-7 سالگی هم اونجا بودم و من رو گذاشته بودن در کودکی در کودکستان خانم جهانبانویی که جهانبانی که اسمش بود کودکستان ایران. و بعدا دیدم که آقای نوریزاده هم در خاطرات خودش نوشته که او هم در اون کودکستان عرض کنم که بوده است. به هر حال من سلامی کردم به خانم جهانبانی و گفتم که خانم من شما رو از کودکی خودم میشناسم، من افتخار اینو داشتم که در کودکستان شما بودم. این حرفا، این خانومم گل از گلش شکفته شد و منو بغل کرد و بوسید و گفتش که چقدر خوشحالم که شما رو میبینم و بچه های من اینقدر رشد کردن که شدن نماینده نویسندگان ایران، و خیلی اظهار محبت کرد. و اظهار محبت ایشون بقیه رو متوجه من کرد و یخا شکست و عرشتان که تو نماینده فرهنگ و هنرم آمده بود و اون همینطور نشسته بود یه گوشه ای و چپ چپ به من نگاه میکرد. به هر حال جلسه رسمی شد و آقای مجید محسنی و آقای وزیری و بنده و نماینده وزارت فرهنگ و هنر نشستیم روی اون صندلی های مربوط به پنل رو به نمایندگان و گفتن که بله این لایحه آمده است و ما قرار است در کمیسیون فرهنگ و هنر این لایحه رو که نماینده وزارت فرهنگ و هنر آورده است بررسی بکنیم. و چون کانون نویسندگان ایران کاملا معلوم بود که اصلا اینا نمیدونن کانون نویسندگان ایران چیه و احتمالا ما رو با انجمن قلم عوضی گرفته بودن. کانون نویسندگان ایران هم چون اعتراضی دارد نسبت به این لایحه، ما خواهش کردیم که نمایندش بیاد اینجا و بگوید که خونه. سکوتی برقرار شد و همه چشام به طرف بنده که حالا من میخوام چی بگم. من همونطور که فکر میکنم هفته پیش براتون گفتم، این لایحه ما گرفتاریمون با تمام لایحه نبود، با ماده یک یا دوی اون بود و یک کلمه توی اون ماده، به این معنی که اینا آمده بودن گفته بودن که این لایحه حمایت از حقوق مؤلف و مصنفه و مؤلفین و مصنفین ثبت آثارشون اجباریه. ما میگفتیم که این وسیله، یعنی پیش خودمون تو بحثایی که داخل خودمون میکردیم و من در آیندگان نوشته بودم، میگفتم که این یعنی این که ما آثارمون رو قبل از انتشار برداریم ببریم اونجا و اینا سانسورش بکنن و سانسورم میخوان به این طریق قانونیش بکنن. بنابراین ما با کلمه اجباری مخالف بودیم، با هیچ چیز دیگه لایحه مشکلی نداشتیم. میگفتیم هر کی میخواد مورد حمایت این لایحه قرار بگیره بره ثبت بکنه و عرض کنم که تحت حمایت قرار بگیره، اما اجباری بودنش بی‌معنی. این رو من به تفصیل برای حضار تعریف کردم که ما فقط تقاضامون از شما اینه که این کلمه اجباری رو بکنید اختیاری و ثبت آثار و مصنفات اختیاری باشد.
یه خورده اون نماینده چیز عصبانی گفت آقای حرفات چیه فلان، این یه لایحه‌ای که تمام حقوقدانان مملکت عرض کنم که روش فکر کردن، اظهار نظر کردن، نمیدونم آقای فریدون هویدا غیره از این حرف دارن. من واقعا نمیدونم چرا، معمولا من اینقدر آدم شجاعی نیستم، ولی اون روز یه مرتبه زدم به زهرا، دل زدم به دریا، گفتم که خانوم ها و آقایان محترمی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اسلامی؟ چرا اسلامی؟ ببخشید از بس این مجلس بس شورای ملی، شورای ملی هستی. فهمیدید خانم ها آقایون چند؟ من چند تا خانم بودن؟ بله چند تا خانم چند بودن. خانم نفیسی بود، خانم همین شرکت ملوک جهانبانی بود، چند تا بودن خانم. چند تا بودن؟ میدیدم توی روبرو. خب عرض کنم که گفتم که ما در کانون نویسندگان کاری نداریم که شما چگونه نماینده شده اید، اعتراضی هم به نمایندگی شما نداریم. نداری. اما من خواستم که به شما یادآوری کنم در این تالاری که نشسته اید و روی این صندلی هایی که نشسته اید، شما روی صندلی عرض کنم که بزرگان مشروطیت نشسته اید، کسانی که برای ما قانون اساسی رو نوشتند و عرض کنم که آزادی رو به همراه آوردند و غیره. این لایحه لایحه ایست ضد قانون اساسی، برای اینکه وادار میکند مؤلفین و مصنفین رو که بیایند آثارشون رو در وزارت فرهنگ و هنر ثبت بکنن و وزارت فرهنگ و هنر هم بتواند اون رو عرض کنم که سانسور بکنه. در نتیجه اگر که شما این لایحه رو تصویب بکنید، بنده صراحتا خدمت شما عرض میکنم که شما به قانون اساسی عرض کنم که تجاوز کردید و علیه قانون اساسی مطلبی رو تصویب کردید. عکس‌العمل چی بود؟ من ساکت شدم. عرض کنم که یک ولوله‌ای در حضار افتاد و سعید وزیری در گوش عرض کنم که مجید محسنی با هم صحبت‌هایی کردند و مجید محسنی گفتش که خب چون از این لحظه رسیدگی به لایحه آغاز می‌شود، ما از آقای نوری‌الله خواهش میکنیم که جلسه رو ترک کنن و ما به شور بنشینیم. منم بلند شدم و تا از جام بلند شدم یه دیدم خانم جهانبانوی هم از سر جاش بلند شد و شروع کردش که همکاران دوستداران عزیز، من خواستم بگم که من افتخار میکنم چنین فرزندانی رو به ملت ایران، یک شروع کرد در وصف فرزندان خودش صحبت کردم. من هم تشکر کردم و در جهت نجات شما بود یا نه نمیدونم، ولی به هر حال ایشون بیشتر تاکیدش بر این بود که مؤسسه آموزشی ایشون فرزندان مثلا شایسته ای رو تربیت کرده. بعد من از جلسه آمدم بیرون و عرض کنم که برگشتم رفتم به سازمان برنامه که اون برای میدون بود دیگه، سازمان برنامه اون برای میدون بارستان بود، رفتم توی اتاق کارم. و نزدیکای پایان روز بود، عرض کنم که خانم دانشور به من تلفن کرد و باز با همون لحجه شیرینش گفت کاکو جون شنیدم شلوغ کردی. گفتم که من چطور مگه؟ گفتش که تو امشب بیا خونه ما، من کارت دارم. گفتم که چشم. بلند شدم و عصری بودش دیگه، اواخر تابستون بود، رفتم خونه شون. همینجا رو داشته باشی؟ همینجا همینجا هم گفته گروه دو پی میگیریم. حتما پس فردا گوش بکنید به ادامه گفتگوی بنده با آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله. خیلی سپاس از امیر درخشان عزیزم که برنامه رو هدایت کرد. خداحافظشون.